از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی و عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک شما بینندگان گرامی و سروران عزیزم در روز سه‌شنبه 28 ماه فروردین در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر تحت عنوان کلی بازشناسی باورها، ولی خب با محوریت تحلیلی از زندگانی علی ابن ابی طالب که به مناسبت 13 رجب که سال تولد او هست بنابر ادعای تواریخ آغاز کردیم. دوران خلافت او رو بررسی میکنیم. ماه رمضان هم گذشت اما این قصه پایان نیافت، اما مجبور هستیم ادامه بدیم و با توجه به استقبال بسیار خوبی هم که من دیدم در ایمیل ها از این مسئله شد، سعی میکنیم این مسائل رو پیگیری بکنیم چون بسیار هم پر اهمیتی. در کنار این، خب ما بحثی در مورد پیرامون انقلاب ها داریم که به روند جنبش‌های انقلابی، مفاهیم انقلابی و تئوری و نظریه پردازان هم می‌پردازیم. در روزهایی قرار داریم که وقایعی رخ داده در منطقه که کم و بیش نسبت به جزئیات دیگه اغلب ما آگاهی داریم، مطلع شدیم و آن هم برخوردی است که میان رژیم جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل در حال وقوع هست و اینکه به کجا خواهد انجامید مسئله دیگری است. اما ما سعی میکنیم در روز پنج شنبه یک پرانتزی باز کنیم میان مباحثی که مربوط به زندگانی علی است و تحلیلی بدیم با محوریت مباحث ایدئولوژیک. سعی کنم ایدئولوژی رو تعریف کنیم، اهمیت این مسئله رو، چون رژیم جمهوری اسلامی رژیم ایدئولوژیکه و طبیعی است که باید اون رو در همون معنا فهم کرد. گاهی تحلیل های غلط، برنامه ریزی های غلط رو هم به دنبال داره و در واقع نتیجه هم که به بار می نشینه در نهایت غلطه و من همین رو می بینم. یعنی چه کشورهایی که فکر می کنن جمهوری اسلامی یک رژیم کاملا متعارفی است، قواعد بین المللی رو رعایت میکنه، با جهان همان گونه تعامل داره که اینها دارن، اما در عمل میبینید که نتوانستن این رژیم رو مهار بکنن. دلیلش برمیگرده به یک ایدئولوژی که در درون اون امر سیاسی هم تعریف شده، نقش ها، اهداف، ابزار و نتایجش، که اگر ما این ایدئولوژی رو نشناسیم بر خطا خواهیم بود. لازم و ضروری هست که من سعی کنم یک مقدار بحث رو مبنایی تر نگاه بکنیم و همین دلیل به سراغ ایدئولوژی خاصی که رژیم جمهوری اسلامی بر اساس اون شکل میگیره، عمل میکنه، اهداف خودش رو تعریف میکنه، نقش ها و ارزش ها رو در درون امر سیاسی و نظم سیاسی تعبیه میکنه رو عرض میکنه. این وعده ایست که ما در روز پنجشنبه خواهیم داشت. اما برگردیم به سر داستان زندگانی علی، که البته باز هم سعی کردم زمانی که به مباحث مربوط به دوران خلافت علی میپردازیم یک پلی هم به کنون و وضعیت فعلیمون بزنیم، یعنی نشون بدیم که چگونه برخی از تعاملاتی که در درون نظم اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی در حال انجام هست تقریبا شبیه هست از نظر فکری و مبنایی و عملی با عصر علی در کوفه. اساسا رژیم‌های ایدئولوژیک اینگونه هستن، یعنی سعی میکنن خودشون رو شبیه بکنن به دورانی که مبنای اون ایدئولوژی است، اون عناصر ایدئولوژی در درون اون قرار داره. یعنی شما دوست دارید اگر رهبر هستید رفتارتون تعریف بشه، همانند بشه، شبیه سازی بشه به شخصیتی که در درون ایدئولوژی مقدسه، داره احترام، تقلید میکنه حتی نامها رو، رفتارها رو، ارزشها رو. بنابراین
رهبرانی که در درون این سیستم هستند، کارگزارانی که هستند و مردمی که تن میدن به این رژیم سعی میکنن همان گونه باشن. یعنی ایدئولوژی از سید علی خامنه‌ای میخواد این گونه باش و به مردم هم میگه شما هم همان گونه رفتار بکنید که این ایدئولوژی میپسنده. شما بارها دیدید در این نماز جمعه و بخشی از این سخنرانی هایی که انجام میشه شعارهایی میدن که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. در واقع این به معنای این است که این مردم در درون اون نظم فکری ایدئولوژیک معتقد هستند که آن زمانی که در گذشته علی تنها ماند حاصل یک خطا بوده و بنابراین ما اون خطا رو مرتکب نمیشیم. حالا علی ابن ابی طالب که نیست، اما سید علی خامنه ای هست. او در جایگاه علی نشسته و ما هم همانند مردم کوفه نخواهیم. یعنی کاری که ایدئولوژی انجام میده، اسطوره سازی ها، نقش ها، ارزش ها، برنامه ها، اهداف همون هایی هستند که در گذشته تبیین شده، تعریف شده، ارزش گذاری شده و امروز شما در درون اون نقش بازی میکنید. مثل فیلم نامه ای که بر اساس یک داستان واقعی نوشته شده، یک داستان واقعی رخ داده اما به دلیل اون زیبایی یا برنامه هایی که میشه بر روی اون سوار کرد، یه ایدئولوگ میاد یه فیلم نامه مینویسه. بازیگرانی امروز هستن اون نقش رو بازی میکنن. گاهی میبینید چهره ها رو شبیه به اون میکنن، نحوه حرف زدن رو شبیه به اون میکنن. بخشی از این انتباهی که در ایدئولوژی ها هست از این منظر. البته خب ایدئولوژی ها سعی میکنن گزینش بکنن بین عناصری که در گذشته وجود داشته با عناصری که امروز اهمیت داره. یعنی تعبیر آقای ژان بشلر یعنی ویژگی انگلی ایدئولوژی هاست. یعنی یک ایدئولوگ در خلأ فکری نمیاد یک ایدئولوژی بنویسه. در واقع ایدئولوژی به معنای یک بسته فکری عملی است که میخواد زیست انسان رو بر یک اساسی تنظیم بکنه و به سوالات انسان پاسخ بده. یک ایدئولوگ عناصری رو از آنچه که میراث فکری و عملی در میان جوامع هست و اخذ میکنه. مثلا میره از تاریخ یه بخشی رو بیرون میاره بسته به اون ایدئولوژی داره. یعنی شما مثلا در ایدئولوژی ناسیونالیسم، حالا برخی اون رو اصلا ایدئولوژی نمیدونن، برخی ایدئولوژی میدونن، شخص ایدئولوگ سعی میکنه بره در دل تاریخ. عناصری که به ملی‌گرایی معروفه یا میشه ازش بهره برد استخراج بود. حتی اگر شده بزرگ نمایی هم میکنه. یک سوسیالیست سعی میکنه بره در دل تاریخ مؤلفه هایی که مناسب خودش هست بیرون بکشه. شما دیدید علی شریعتی به عنوان یک ایدئولوگ همین کار رو کرد. یعنی از دل شیعه عناصری رو بیرون کشید، با عناصری که مطلوب جامعه خودش بود تطبیق داد. مثلا سوسیالیسم به مثابه یک برابری، عدالت. او رو سعی میکنه با ابوذر غفاری تنظیم بکنه. در حالی که ابوذر غفاری کجا، سوسیالیسم به مثابه یک امر ایدئولوژیک جدید کجا. اما او عناصری رو پیدا میکنه، مثلا اعتراض ابوذر غفاری به معاویه در مورد ثروت و اسراف و این چیزها، بعد اون رو در درون اندیشه خودش میگنجانه. برای اینکه در برابر رژیم قرار بگیره نیاز به قیام داره، چون شیعه در درون خودش به مرور زمان وارد فضای صلح شد، تحمل شد به نحوی. یعنی اگر حاکمی داریم جباره، قاصبه، دیکتاتوره، ما باید تحمل بکنیم. ما حق تشکیل حکومت نداریم، امام زمان باید بیاد و او هست که میتونه ما رو نجات بده. این یک تفکر بود. اما وقتی نامطلوبه علی شریعتی ها و دیگران میان و جنبه قیام رو برمیکشن، حسین رو برجسته میکنن، زینب رو برجسته میکنن، که اینها کسانی نبودن که دست روی دست بگذارن کنار بنشینن، بلکه حتی اگر هم نیاز شد با یک نسبت جنگی نامتقارن با 72 نفر انسان در برابر دستگاه استبداد نیست. مقصودم اینه که خیلی اهمیت داره که ما وقتی مراوده میکنیم، چه در بعد شخصی انفرادی
چه در زمینه اجتماعی و سیاسی، ایدئولوژی یا باور فکری افراد رو بدونید. وگرنه شما نمیتونید با هر کسی دوستی بکنید، با هر کسی صمیمیت داشته باشید، با هر کسی برای یک اقدام مشترک حرکت بکنید. اگر ندونید نتیجهش فاجعه بار خواهد شد. سال 57 همین مسئله رخ داد. یعنی کسانی که شیعه رو نمیشناسن و نمیشناختند، با اینکه اگر ازشون سوال میکردید بود ما میشناسیم، ما نتیجه نشان داد که هیچ کدوم نمیشناخت. وقتی با روحانیت ائتلاف کردی برای آزادی، برای دموکراسی، برای حقوق بشر، یک سرمایه گذاری غلطی انجام دادی. چون روحانیت در درون دستگاه فکریش اینا به رسمیت شناخته نشده، اینا دشمنان همین چیزهایی هستن که ما میخوایم. یعنی روشنفکر یا نخبه‌ای که نداند با کی داره بحث میکنه، با کی ائتلاف میکنه، با کی میخواد مسافرت بره، با کی میخواد انقلاب کنه، نتیجتا کار به جایی میرسه که شکست میخوره و بعد میگه انقلاب ما رو دزدیدن. نه، ندزدیدن، تو با دزدها مشارکت کردی، در معامله مغبون شدی. اگر میشناختید خب داستان جور دیگری بود. شما به دنبال آزادی هستید، به دنبال سکولاریسم هستید، به دنبال حقوق بشر هستید، به دنبال دموکراسی هستید. خب مگه آخوند نماینده این هاست؟ مگه آخوند به حقوق بشر باور داره؟ به آزادی باور داره؟ اینکه خمینی میآمد میگفت اسلام اجازه نمیده که زنان برن در دریا و اون کارها رو انجام بدن، شنا بکنند و نمیدونم فلان، راست میگه، اسلام چه اجازه نمیده به کسی. شما آزادی داشته باشی در درون جامعه کارهای مدنی تو بپرسی، اسلام همچین چیزی نیست به شما اجازه بده. اسلام به دموکراسی باور نداره. حاکم رو خدا تعیین کرده، حکم رو هم خدا تعیین کرده، لا حکم الا لله. انجام هم ندید مجازات میشید، به من لم یحکم و به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. هر کس به چیزی که خدا نازل کرده حکم نکنه کافره. تکلیف کافر هم که معلومه. در واقع مشکل عمده ما اینجاست که بدون اینکه ایدئولوژی طرف رو، باورهای طرف رو، ارزشهای طرف رو بفهمیم با او همراه میشیم. بعد که وسط را ما رو از اتوبوس پیاده کرد تازه ناراحتیم که آقا چرا این کارو کردی؟ ما که قرارمون این نبود. در حالی که در همون ایدئولوژی قراری وجود نداره. تقیه وجود داره، یعنی دروغ بگی. خدعه وجود داره، الحرب و خدعه، این یکی از شاخصه های زیست علی هم هست. تقیه 9 دهم مذهب شیعه است بنابر روایت هاش. وقتی انسانی به خودش اجازه میده برای جان، مال، دین دروغ بگه، خودش رو جور دیگری نشان بده، آیا قابل اعتماد خواهد بود؟ آیا انسانی هست که رو ارزشاش بیسته؟ خب نخواندیم اینها رو. چون نخواندیم ایدئولوژی، اصلا ایدئولوژی به معنی شناخت ایده هاست. از زمان های آنتوان دست و دوتراسی بحث بر سر این بود که ایده ها رو باید بشناسیم. سلیمانی امیری چطور رفتار میکنه؟ شما اول ببینید ایدهش چیه. رفتار انسان ها از ایده ها، افکار، باورها، ارزش هاش نقش میگیره. اون وقت میتونید وقتی ایده هاشو شناختید رفتارش رو پیش بینی بکنید که قابل اعتماد هست یا نیست، با ارزش های ما منطبق هست یا نیست. شما امروز میخواید برید کالایی بخرید، چیزی میخرید که مناسب شما باشه. از نظر کیفیت، از نظر قیمت، از همه نظر باید بشناسید، اون کالا رو بشناسید. آیا این کفشی که من میخوام بخرم برای راه رفتنه؟ برای دویدنه؟ برای یه مجلس خاصی است؟ باید بشناسید، وگرنه مضحکه میشه. شما با کفشی که برای یک مجلس خاصی است نمیتونید بدوید. ما در مورد ایده هامون خیلی ساده ازش میگذریم.
کشورمون رو میدیم دست کسی، بعد میگیم آقا شما میشه برای ما آزادی بیاری، میشه برای ما حقوق بشر بیاری، واسه اون موقع کسی نسبتی با اینا نداره. میکیاولی در کتاب گفتارها به یک داستانی اشاره میکنه که خیلی جالب. میگه زمانی در جمهوری روم تصمیم بر این گرفتن که کسی رو بر بگزینن برای اینکه بره در نزد یک کشور دیگری کار رو انجام بده. یکی از این سرداران که حالا اسمش رو فراموش کردم وارد میشه، گفت خب جلسه چیه، دستور کار چیه؟ اونها گفتن که ما داریم یکی رو انتخاب میکنیم که بره در فلانجا کاری رو انجام بده. گفت شما اول باید ببینید چه کاری رو میخواید انجام بدی، بعد آدم مورد نظری که مناسب اون کار هست انتخاب کنیم. اگه صلح میخوای یه آدمی که وجاهتش، سوابقش، اندیشه هاش، گفتارش با صلح منطبقه میفرستیم، که وقتی داره اونجا صحبت میکنه هم سوابقش، هم نوع گفتارش، هم نوع نگاهش نشان دهنده این باشه که برای صلح اومده نه برای جنگ. اگه برای جنگ میخواید بفرستید، یکی رو بفرستید که سوابقش نظامیگری باشه، اهل خونریزی باشه، خشن باشه، که اونا بفهمن که آقا این نماینده‌ای که اومده داره صحبت از جنگ میکنه یه سوابقی داره. ما ایرانیان هنوز این مطلب رو نفهمیدیم. ما اول آدممون رو انتخاب میکنیم، بعد کاری به عهده‌اش میذاریم که از عهده‌اش بر نمیاد. مثلا سلیمانی رو انتخاب میکنیم، میگیم آقا شما به ما رئیس کارخونه باش. حالا سلیمانی از عقل اقتصادی نداره، این کاره نیست. میخوایم انقلاب بکنیم، محتوا و ارزش‌های انقلابمون آزادی و برابری و دموکراسیه، بعد میریم یه آخوند میاریم. آقا این ارزش ها با اون آقا میخونه، انطباق داره؟ اصلا اون نماینده این ارزش ها میتونه باشه؟ یا میخوایم انقلاب کنیم، کسی رو میاریم که فقط دنبال ایش و نوش و عیاشی و تفریح و این طرف اون طرف رفتن و بزدگویی و این چیز هاست؟ رهبر انقلابی نیست. رهبر انقلابی کسی است که شب و روز در حال مشقت، مثل همون مردمی که در بطن جامعه در زجر و مهنت هستن زندگی میکنه. یعنی ما یاد نگرفتیم افراد رو مناسبه با اون ارزش هایی که میخوایم انتخاب کنیم، چون اصلا نمیدونیم چه ارزشی رو میخوایم که تازه آدمش رو انتخاب کنیم. هر کی دم دستمون بود انتخاب میکنیم. آقا طرف فوتبالیسته، هنرمنده، در کار خودش خیلی خبره است، اما این رهبر انقلابیه؟ به درد روشنگری میخوره؟ یا سلیمانی امیری به درد فوتبالیست بودن میخوره؟ به درد هنر سینما میخوره؟ نه. اما چون آدم شناخته شده ای هست برای کاری، ما از اون برای کار دیگر هم بهره میبریم و این خطاست. به همین دلیل که کارهای ما سرانجام نداره. میخوام یه کاری انجام بدیم، 6 نفر دور هم جمع میکنیم، در حالی که اون 6 نفر اصلا مناسب این کار نیستن. بعضی هاشون یه کار دیگه ای انجام میدن، بعضی هاشون کار دیگه ای انجام میدن. شما اخیرا هم دیدید 6 نفر رو دور هم جمع کردن، به یک ما دو ما نرسید. چرا؟ چون نمیدونن اول کاری که میخوام انجام بدیم چی. اگه بخوای انقلاب کنی دیگه بازیگر سینما و نمیدونم اون یکی فلان و اینا این کار نیستن. باید بری به سراغ رهبران تئوریک، رهبران سازمانی، رهبران میدانی. ما این کارا رو نمی کنیم. من همین بعد میگیم که خب چرا خطا کردی؟ شناخت ارزش ها بسیار مهمه، شناخت ایده ها بسیار مهمه. رفتار رژیم جمهوری اسلامی از کجا میاد؟ آیا اون مناسبات بین المللی رو مثلا قبول داره؟ آیا هدف اون منافع عمومیه؟ آیا او به خرد جمعی باور داره؟ آیا ایدئولوژی که او داره اهل تساهل و رواداریه یا به دنبال تنشه یا به دنبال درگیریه؟ وقتی نشناسیم معاملاتمون، مراوداتمون، تعاملاتمون با جمهوری اسلامی برخطاست.
خب بریم نظر داستان علی، ببینیم کار به کجا رسیده. این بحث مربوط به ایدئولوژی و رفتار رژیم رو روز پنجشنبه حالا به شکل مفصل عرض خواهیم کرد. خب به آنجا رسیدیم که نقش میلیتاریسم یا اون نظامیگری در درون تفکری که هم بسترش برای جهاد و جهادگری آماده است و هم به قدرت رسیدن کسی مثل علی ابن ابی طالب از قبل قدرتی بود که کودتاگران به او دادن. خب طبیعی بود او در یک فضایی قرار بگیره که همان گونه که با خون آغاز شد با خون هم ادامه خواهد. گروه هایی که بر اون نفوذ دارن اجازه نمیدن کار به صلح برسه. مثل فضا به سمت نظامیگری میره، فشار بر مردم افزایش پیدا میکنه. اصلا ما در بحث انقلاب ها عرض کردیم نوبت های ابتدایی بحث انقلاب ها دو گروه وجود دارند. یکی تئوریسین های ساختارگرا که اینا معتقدن ساختارهای یک جامعه مستعد انقلابه، و گروه دوم کارگزاران یا نظریه ای هست که به سوژه توجه داره، یعنی انسان هایی که میتوانن انقلاب رو محقق بکنن، یعنی کسانی که جدای از ساختارها هم نقش دارن در فرایند انقلاب، که از جمله در سال 57 همین نظریه کارگزاران بود که سبب شد افرادی مثل سکاچپول و دیگران یه مقدار نظر خودشون رو تغییر بدن. هر دو نظر تا اندازه‌ای درسته، قابل تلفیقه و در برخی جوامع حالا شدت و ضعف داره. اما برخی ویژگی هایی که در درون برخی جوامع وجود داره و میتونه خطرناک باشه، یکیش نظامیگری است. نظامیگری به این معناست که شما منابع کشور رو، چه منابع انسانی چه منابع مالی، باید در اختیار نظامیگری قرار بدید. به خصوص اگر فضا فضای رقابت هم باشه، مثلا جنگ سرد یکی از این فضاها بود. همین موشکی که امریکایی ها امتحان میکردن شوروی هم به دنبال همین، هر برنامه‌ای که اونها میدادن اینا هم به دنبال همین، اونها به هم قطاران و یاران خودشون کمک میکردن، شوروی هم میآمد به کوبا میگفت مثلا من نیشکر تو رو میخرم، یا کمک های نظامی به کشورهای افریقایی یا برخی از کشورهای دیگه میداد. اما مسئله بر سر اینه که آیا شما همین ظرفیت رو هم دارید که بتونید رقابت کنی؟ تو کار نظامیگری نیاز به لوجستیک داره، اقتصاد قوی داره، منابع انسانی داره، ایدئولوژی نیاز داره که شما دائما بتونید اون فضای نظامیگری رو ترویج بکنی، تحریک بکنی. همینا اهمیت داره. بسیاری از رژیم های دیکتاتوری که بر روی پایه های نظامی هستن درگیر انقلاب میشن. سال 50 رژیم پهلوی هم همین مشکل رو داشت، کشورهای دیگر هم همینطور بودن. شما در امریکای لاتین نگاه بکنید، این همه انقلاب ها بر علیه رژیم های نظامی داره رخ میده. چرا؟ به دلیل اینکه کشورهای نظامی تمام مخارج رو یا عمده بودجه رو به کار نظامی اختصاص میده، و این سبب میشه که در بقیه جنبه ها فضا به اون حد رشد نکنه، کشور به سمت یک تبعیض خاصی حرکت کنه، و در نتیجه فضا مستعد این باشه که گروه های دیگری بیان قدرت بگیرن، از تبعیض و محرومیت ها استفاده بکنن و اون داستان های خاص رخ بده. مقصودم اینه که فشار بر مردم افزایش پیدا میکنه. حالا کشور ایران در زمان رژیم پهلوی نفت داشت و خب عمده درآمد بودجه ما نفت بود، بخشی از این نفت به ارتش میرسید، بخش دیگر خرج مردم میشد. اما زمان علی ابن ابی طالب نفت وجود نداشت به این معنا که شما منبع بیرونی داشته باشید. بنابراین سیاست جنگی تو باید از دو راه تامین بکنی: یک، حمله به کشورهای دیگه; دو، فشار بر مردم خودت برای دادن مالیات، چون راه دیگه ای نداری، دولت رانتی نداری که بتونه یک پول نفتی در بیاره، فشار به مردم نیاری، تازه برای مردم خرج هم بکنی. پس دولت‌های نظامی هم که دولت‌های رانتی نیستن فشار سنگین تری رو بر مردم تحمیل میکنن، و اون دو گرفتن مالیات
با بردن جوانان به سربازیه، با طولانی مدت کردن خدمت نظام وظیفه است. یعنی یه جوان رو شما به عنوان سرباز میخواید بیارید که حقوق بهش ندید یا کم حقوق بهش بدید، به عنوان یه وظیفه براش در نظر بگیرید. خب اگر این یک سال بیاد و بره، شما مجبورید از نیروی کادرتون استخدامیتون استفاده بکنید، اما مجبورید بیاید خدمت سربازی رو به جای یک سال بکنید 5 سال، که یک نیروی سرباز با درآمد کم داشته باشید. اما همون سرباز 5 سال میخواد بیاد خدمت بکنه، درآمدی نداره، تشکیل خانواده نمیتونه بده، شب و روز باید تو پادگان ها باشه، به یک نیروی مخرب تبدیل میشه، احساس میکنه عمرش داره به بتالت میگذره. اگر بخوای نیروی استخدامی بیاری، خب باید این بودجه رو تامین کنی، پس باید فشار بیاری به مردم، با اون وقت مردم ناراضی خواهند که این سیاست های جنگ طلبانه چیست که ما داریم هزینه هاشو میدیم. شما به جنگ 8 ساله ایران و عراق نگاه بکنید، هزینه های عجیب و غریبی که مجبور افراد انجام، انسان ها تا یه اندازه ای ایثار میکنن، از خود گذشتگی میکنن، اما بعد فکر میکنن میبینن نه، این که زیاده روی است، این جنگ داره خسارت های انسانی و مالی زیادی از ما میگیره، بنابراین باید اعتراض بکنیم. در دوران علی ابن ابی طالب عرض کردیم عمده لشکریان علی مجبورن در کوفه بمانن یا در خدمت او برای جنگ های داخلی باشن، جنگ جمل و حالا دیگه یک جنگ بزرگ به نام صفین. در این فضا، چه قبل از صفین و چه بعد از صفین، ما در تاریخ نگاه میکنیم و میبینیم مناطق مختلفی علی خصوص در ایران، چون علی دیگه دستش از مصر کوتاه شد، قدرت زیادی هم در حجاز نداشت، شام که در دست معاویه بود، بنابراین عمده مردمی که مجبور بودن خراج و جزیه بدن برای لشکرکشی های علی در ایران بودن. به همین دلیله که ما میبینیم در مناطق مختلفی از ایران شورش های زیادی داره رخ میده برای فرار کردن یا رها شدن از این جزیه و خراج ها. خب رفتار علی با اونها چیست؟ یک نمونه اون رو در نوبت پیشین دیدیم، جایی که ابن راشد از بنی ناجیه که با علی اختلاف عقیدتی داشت میاد به طرف اهواز و مناطق دیگر و ایرانیانی هم که از زیادی خراج گله‌مند بودن میرن نزد او. امروز به شواهد دیگری اشاره میکنه تا نشان بدیم که علی ابن ابی طالب هم دست به سرکوب ایرانیان زده و نتیجه اون سیاست هایی که جنگ افروزی رو دامن میزنه نمیتونه چیزی جدا از این باشه. خب یکی از این مواردی که عرض خواهیم کرد داستانی است که عبدالله ابن عباس پسر عموی علی که والی بصره شد بعد از جنگ جمل در مناطق فارس میبینه، از بلازوری مصدر رو میخونه. زمانی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه از جانب علی ولایت عراق داشت، اهل استخر عصیان کردند و عبدالله از نو آنجا را فتح کرد، در صفحه 262. مورد دیگری که باز به همین مسئله اشاره میکنه طبری است، وقتی علی علیه در جلد ششم، وقتی علی علیه السلام نهروانیان را بکشت، بسیار کسان با وی مخالف شدند و ولایت آشفته شد. یعنی هر چه که داره جلو میره شما میبینید اعتراضات داره افزایش پیدا. سهل ابن حنیف عامل علی را از فارس بیرون کردن. ابن عباس به علی گفت کار فارس را به وسیله زیاد سامان دهیم. زیاد یعنی منظورش زیاد ابن ابی است. علی دستور داد که زیاد را آنجا فرستند. عبیدالله ابن زیاد پسر همین زیاد ابن ابی است که والی علی بود، علی دوستان اولیه بود، بعدها معاویه او رو به طرف خودش آورد. ابن عباس به بصره رفت و زیاد را با جمعی بسیار به فارس فرستاد که مردم فارس را سرکوب کرد و خراج دادند. جلد ششم صفحه 314. این رو هم طبری آورد. خب
این داستان ادامه داره و در فضای کوفه کسانی هم بودن که قصد حضور در جنگ صفین رو نداشتن، بنابرای دلایلی که معتقد بودن که ما در این جنگ مشارکت نمی کنیم. علی از اونها سعی می کنه استفاده بکنه برای سرکوبی مناطق دیگری که شروع کردن به اعتراض کردن، که نتیجه همون اندیشه های میلیتاریستی است، اندیشه های جنگ طلبانه اوست. یعنی علت و معلول رو نباید عوض کنیم. کسانی که برمیگردن میگن خب مردم قیام کردن، علی هم باید این کار رو میکرد، ابتدا باید پاسخ بدن چه چیزی سبب قیام مردم شد، تا فشاری بر مردم نباشه که مردم قیام نمیکنن. مردم فارس، مردم استخ، مردم خراسان، مردم سیستان که حالا اینا رو میخونی، به واسطه فشارهای زیادی که جنگ طلبی های علی ابن ابی طالب در اون جامعه ایجاد میکرد دست به قیام میزدن. اگر همه چیز عادی بود، بنا به میل مردم بود، که دیگه کسی قیام نمیکنه. گاهی ما وقتی با این دوستان شیعه بحث میکنیم، علت و معلول رو عوض میکنن. یعنی قیام مردم رو مبنا میگیرن، در حالی که خود قیام معلوله، علت نیست، معلول فشاری است که جنگ طلبی علی داره بر سر اونها میاره. یکی از این افراد هم که ما امروز در موردش سخن خواهیم گفت، جعدت ابن حبیره است که خواهرزاده علی است، پسر حبیره ابن ابی بهب و مادر او که ام هانی خواهر علی است. ببینیم ایشون رو به کجا میفرسته. علی ابن ابی طالب، از حضوری مطلبش رو برای شما بخوانیم. هنگامی که علی ابن ابی طالب به روزگار خلافت خیش در کوفه بود، ماهوه مرزبان به خدمت وی شد. علی به دهقانان و راهسالاران نامه نوشت که جزیه به دو دهند. اهل خراسان سر باز زدند. پس علی جعدت ابن حبیره مخزومی را که پسر امهانی دختر ابو طالب بود بدان جای روانه کرد. من دیدم در یکی از این ایمیل ها صحبت بود که اسم ابو طالب چیست. من فکر کنم در جلسه اول ما توضیح دادیم که نامش عبد منافه، که مناف هم همون منات یعنی بوته. منتها چون پسر اول عبد منات یا عبد مناف طالب بود، به گفتن ابو طالب. من در نوبت اولی رو عرض کردیم، من دیدم چون در ایمیل ها هست خواستم پاسخ بود. خب علی خواهرزاده خودش میفرسته به خراسان که ما از این مردم پول خواستیم، به ما ندادن، حالا شما برو پول ما رو بگیر. اما فتحی دست نداد و امر خراسان همچنان پریشان بود. یعنی تا زمان مرگ علی کماکان مردم خراسان نسبت به این مسئله مشکلاتی داشتن. دیگر مسئله که در مورد جعدت ابن حبیره هست، ابن عصام کوفی آورده. امیر المؤمنین علی علیه السلام در مدینه قرار گرفت و در سرانجام امور ولایات مشغول شده، خواهرزاده خیش جعدت ابن حبیره ابن ابی بهب را بخواند و او را به امارت خراسان مثالی نوشت و فرمود که بدان جانب رود و آنچه از ولایت خراسان باقی مانده است که فتح نکرده اند فتح کنند. یعنی سیاست علی نشان میده که هم یه بخش کوچکی رو برای جنگ نسبت به فتوحات جدید و منابع جدید مالی در نظر داره، بخش دیگر هم نیازی است که او احساس میکنه باید از طریق مالیاتگیری و خراجگیری این کار رو پیش ببره. خب مورد دیگر فرستادن کسی دیگری است به نام ربیعه ابن کعس انبری، که من این رو هم بخوانم. علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس نامه نوشت و فرمان داد مردی را با 4000 تن به ولایت سیستان فرستند
عبدالله ربیع ابن کعس انبری را با 4000 مرد جنگی روانه کرد. ربیع همه آن دیار را به تصرف خیش درآورد. در مورد فتح سیستان نکته کوتاه عرض کنم. ما در زندگانی حسین ابن علی در مورد مسئله شهربانو که خب در درون اون تفکر مذهبی به این نفع جاسازی شد که ایشان دختر یزدگرد هست و مسئله از این دست رو ما دیدیم، اما ما سعی کردیم در اونجا اشاره بکنیم که با توجه به این که فتح مدائن یعنی جایی که ابتدا در اون بحث قادسیه و اینها رخ میده، یعنی سالهای 16 و 17، با توجه به جنبه های دیگری هم که وجود داره، یعنی آنچه که یزدگرد خانواده خودشو میبره، کسی باقی نمیمانه از خاندان پادشاهی ایرانی که اسیر بشه، اینا رو عرض کردیم. متا سال تولد امام سجاد یا علی ابن الحسین سال 38-39، و خیلی عجیبه که چطور مثلا یک دختری رو در سال 16-17 آوردن. تازه اون زمان هم حسن و حسین سنین بسیار کمی داشتن، چون حسین سال سوم به دنیا آمده یا برخی نقلها سال چهارم هجری به دنیا آمده و در سال 17 هم 13-14 ساله است. اصلا در شرایط ازدواج نیست که کسی بخواد دختری رو برای حسین در نظر بگیره. اما تطبیق تاریخی نشان میده که با توجه به برخی دیگر از منابع که نام مادر امام سجاد رو غزاله از سیستان دانستند و این حمله‌ای که ربیع ابن کعس انوری داره انجام میده که اشاره هم میشه در اون غنایم زیادی هم گرفته شد و آورده شد، در سال 37 و 38 تطبیق میکنه با نام علی ابن الحسین یا امام سجاد. یعنی ربیع ابن کعس میره شورش مردم یا قیام مردم سیستان رو سرکوب میکنه، زنان و کودکان اونها رو مثل داستان بنی ناجیه که ما خواندیم در نوبت قبل میگیره و میاره. حالا یکی از اون زنان که احتمالا هم باید از دختران اشراف سیستان بوده باشه یا شخصی که حالا وجاهت رو داشته، به همسری حسین در میارن و بعد سجاد بدونن. یعنی یک تطبیقی اگر ما بدیم نقل های تاریخی با این نوع قیام های علی اینجا با هم منطبق میشه، جایی که ما میتوانیم بگیم که شهربانو دختر یزدگرد نبوده بلکه دختری از سیستان بوده که در زمان یکی از این جنگ های علی به دست یاران او افتاده. خب بلازوری به شرح داستان دیگری هم اشاره میکنه که بسیار مهمه، اما قبل از اون میخوام عرض کنم عده‌ای از یاران علی که نمیخواستن در جنگ صفین شرکت بکنن آمدن و به علی اشاره کردن که ما وارد این جنگ نمیشیم، ما رو بفرست به مناطق دیگر اونجا به جنگی. و علی اونا رو میفرسته به ایران، یعنی میگه خب حالا که شما که نمیخواید با من به جنگ صفین بیاید، برید با ایرانیان به جنگی. یکی از اونها شخصی به نام ربیع ابن حسین. ابتدا بخونیم برازوری چه نوشته و اندکی در موردش صحبت کنیم. خب برازوری اشاره میکنه علی رضی الله عنه ربیع ابن حسین ثوری را به فرماندهی 4000 مرد مسلمان به جنگ دیلم فرستاد. دیلم همین مناطق ری، مازندران و مناطق مرکزی ایران بود که گروه های مختلفی در اونجا بودن، گاهی در برابر حکومت هم می ایستادن و والیان خاص علی هم در اون مناطق دچار مشکلاتی بودن. حالا این ادامه میده بلازوری به این نکته جالبی. کسی از مردمان قزوین مرا گفت در قزوین مسجد ربیع ابن حسین سخت معروف است. در آن درختی بود که مردم مسح می کردن، دست می کشیدندش. گویند که ربی روزی مسواک خیش در زمین فرو کرد، آن مسواک برگ برآورد و درختی گردید.
در زمان خلافت امیر المؤمنین متوکل عامل طاهر ابن عبدالله ابن طاهر ترسید که مردم بدان فریفته شوند، پس فرمان داد آن را قطع کردند. در اینجا یه نکته رو عرض کنم، این ربیع ابن خثیم تا خراسان ظاهرا میره. امروز در مشهد یه مسجدی ما داریم، یه زیارتگاهی هم هست بهش میگن خواجه ربیع. دوستان ما در خراسان یا افراد دیگر بیشتر آشنا هستن و کسانی هم که البته مسافرت کردن و مردم ما به اونجا میرن به عنوان یک مکان متبرک، یک مکان مقدس و محترم اونجا رو زیارت. اما خواجه ربیع کیه؟ کسی است که برای فتوحات به سرزمین ما آمد، برای جنگیدن به سرزمین ما. یعنی اگر عجیبه برای شما که چطور ما قاتلین خودمون رو میپرستیم، چطور متجاوزین به خودمون رو محترم میکنیم، داستان همین هاست، هم جنبه دینی هم جنبه سیاسی. یعنی شما برید به زندگانی بسیار از این افراد نگاه بکنید، چی از اونها کسانی بودن که برای فتوحات آمده بود. شما زندگی عمار یاسر رو بخونید، چه اندازه از مردم مناطق ما گردن زد، آدم کش. هاشم ابن عتبت ابن ابی وقاص رو بخونید که به هاشم مرغال معروف، به عدی ابن حاتم برید نگاه بکنید، نام شیعیان بزرگن ها، همون مالک اشتری که ما از او سخن میگیم کسی بود که برای فتوحات به ایران آمده بود، در کوفه ساکن بود. وقتی سعید ابن عاص گفت این عراق، یعنی اون مناطق ایران عراق آن زمان، چون به عراق مناطق عراق میگفتن، سواد عراق عرب، منطقه عربیش، اما منطقهش مربوط به ایرانیان زمان آل هیره و دیگران اونجا، سعید ابن عاص گفت این منطقه بستان ماست مثل باغ ماست. مالک اشتر ناراحت شد، بابا اینو ما با شمشیر به دست آوردیم. خون ایرانیان از شمشیرها اینا میچکید، شیعیان اولیه. در کربلا وقتی لشکریان عمر سعد که همشون هم کوفی بودن، شیعه بودن به نوعی اکثرشون، که بعد از اون داستان آمدن عبیدالله به لشکر عمر سعد رفتن در کربلا و با حسین جنگیدن، اینا اکثرا هم شیعه بود. شبس ابن ربعی دید عده از این لشکریان مسلم ابن اوسجه رو کشت و دارن شادی میکنه. مسلم ابن اوسجه یکی از یاران نزدیک حسین بود، مسئول جمع‌آوری اموالش هم بود برای قیام در کوفه. شبس ابن ربعی گفت شما خوشحالی میکنیم؟ گفت خب خوشحالی نکنیم. و من خودم دیدم که مسلم ابن اوسجه چطور در نبرد آذربایجان نزدیک به 6 نفر از کفار رو در یک نبرد کشت. همون مسلم ابن اوسجه که شاید امروز عزیزان ما در آذربایجان و جاهای دیگه براش گریه بود. جهل یکی از فجایع بسیار بزرگی است. هیچ بلایی برای بشر بزرگتر از جهل نیست. طرف به علی گفته من مسلمان کشی نمی کنم، بفرست ایرانی کشی بکنم. گفت بفرم. طرف آمد در قزوین و جاهای دیگه زندگی کرد و اینها، رسید به خراسان کشته شد. ما امروز براش بارگاه ساخت میگیم خواجه ربیع. یه عده در قزوین و جاهای دیگه در زمان حالا تا قبل از متوکل بلازوری آورده، یه درختی رو علم کردن که آقا این آقا اینجا مسواک زد. ما نداریم از این داستان های مسئله کم نیستن، مقام نمیدونم فلانی امام رضا آمده اینجا، اینجا مقام امام رضاست. حالا ببینید در برای قدرت اومده، اگر به جای مأمون او قدرت میگرفت وضعیت ما ایرانیان 100 برابر بدتر بود، چون حداقل مأمون مادرش ایرانی بود، وزرای ایرانی داشت که اندکی به ایرانیان اهمیتی میدادن. ولی علی ابن موسی که نه ایرانی بود نه تعلق خاطری داشت، اینم رویه پدر بزرگ باشه. اما ما محترم میدونیم،
هزینه میکنیم برای آبادی. شما کتاب دینداری و شاهنشاهی رو بخون. برای همین خواجه ربی یک بندی رو اختصاص داده که اعلی حضرت به اونجا کمک مالی میکرده. عتبات رو آباد میکنیم، اینا رو آباد میکنیم، ولی ریشهش اگر نگاه بکنیم، بسیاری از این افراد برای کشتن ما ایرانیان ها دستشون هم رسیده، از ما گرفتن و بردن، زنان و کودکان ما رو گرفتن و بردن، اما برای ما محترم میشن. چون جاهلیم، ناآگاهیم. یه آخوند این فضا رو پیدا میکنه که از این افراد برای ما الگو بسازه، نزد ما اونها رو مقدس می. بنابراین عزیزانی که تشریف میبرن در مشهد، وقتی به خواجه ربی میرسن بدانن او کیست. حالا اگر خواستید برید عبادت هم بکنید، برید عبادت کنید، منتظر شفا هستید، شفا هم بگیرید. اما حداقل اگه کسی از شما سوال کرد که این آقا کیه، برای چی دوروبر این شهر ما پیدا شده، شما بدانید ما داستانهای عجیبی شنیدیم از سرداران اسلامی که به مناطق آمدن، از قتیبه ابن مسلم باهلی، محلب ابن ابی صفره، عبدالله ابن عامر ابن کریز، همین ها برای ما محترم، خونریزترین افراد بودن، اما ما اونها رو محترم میدونیم. اگر فرصتی میشد در مورد شیعیان علی صحبت کنیم، چون اینها در فتوحات شرکت کردن، سرداران جنگی بودن، خود علی نیامد، اما همه این شیعیانی که بعدن با او بودن در این نبردها آمدن کار میکردن. اما اون برشو فیلم میسازیم، در فیلم های سینمایی که ساخته میشه تقدیم میشه، بعضی از هنرمندان هم میرن اون نقشه رو بازی میکن و اینها واقعا در دابت. خب یکی دیگر از این افراد حارث ابن مره عبدیست، دوباره بنا حضوری آورده در صفحه 326، به روزگار خلافت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث ابن مره عبدی به فرمان علی لشکر به آن حدود کشید، یعنی طرف خراسان، و پیروز شد، غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد. تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش بخش کرد. بودول بلدان منازوری. پس داستانی که شما میبینید ما خواندیم در نوبت پیشین مربوط به اون داستان مسقلت ابن حبیره و معقلت قیس، اینا یک روایت شاذ و نادر و چیز عجیب و غریبی نیست که در درون ایدئولوژی نمونه هاشو شما نتونید پیدا کنید. اتفاقا اگر شما شنیدید وقتی کسی صحبت میکنه که علی با ما ایرانیان خوب بود، اینجا ما سوال بپرسید چگونه کسی که تمام زندگی و فکرش، تمام عملش در درون ایدئولوژی فهم میشه که بردهداری در اون وجود داره، نسبت به ما ایرانیان مهربان شد، ما رو بخشید، اما همون آقا در منابع متعدد ذکر کرده که من از کشتن برادران و عموها و پسر عموهای خودم هم ناراضی و ناخشنود نمیشم. خب به نهج البلاغه است. برای ملتی که نتونه قدرت داوری داشته باشه، حالا ممکن الان این برخوردهای ما واقعا بوده دیگه با نواندیشان دینی و گروه دیگه. آقا اینا تخت بند زمان و مکانه، یعنی داوری نکنی نسبت به برنامه های اونها به امروز، یعنی با معیارهای امروزی نیاید. اون زمان هر کی میرفت میجنگی مردم رو برده میکرد. اولا که ما نشان دادیم این حرف غلطه، همه این کارو نمیکرد. گاهی ما در این مناظره ها که با این دوستان داشتیم اشاره کردیم، مثلا قبیله ربیعه اصلا بردهداری نبود، برده نمیگرفت، میجنگیدن، خراج میگرفتن، ولی زن و بچه مردم نمی آوردن بین خودشون تقسیم کنن.
اما اکثرا برده می گرفتن. بله فرض کنید علی آمد و همین کار رو کرد. داوری هم که میخوایم بکنیم، او انسانی بوده محصول زمان خودش، مثل بقیه رفتار میکرده، چیز اضافی نیاورده، چه بسا چیزهای خوبی هم بوده که ایشان اون رو انجام نداد. ما دیدیم دیگه داستان مسخله رو که اسرا رو خرید آزاد کرد. خب علی باید بقیه هزینهاش میبخشید، کار انسانی کردی. بله اما یادمون هست مکارم شیرازی چه گفت؟ گفت اگر این کار انجام میشد سنت میشد. خب مگه چیز بدی بود که بخواد سنت بشه؟ مثلا امام و رسول و اینها برای چی آمدن؟ برای این آمدن که وضعیت جامعه رو تغییر بدن. هرچی از منظر خودشون بد بود باید عوض میکردن. ضرورت آمدن رسول و امام برای چیه؟ برای که فضا رو عوض بکنه. اما میبینید خودشون دست به این کارها زدن. وقتی من ایمان سلیمانی معتقدم دزدی کار بدی است، دروغ کار بدی است، کشتن افراد کار بدی است، بردهداری کار بدی است، اگر نتونم همین جامعه رو عوض کنم حداقل خودم دیگه اون کار رو نمی کنم. خب سوال بپرسید، اگه بردهداری بد است، همه مردم انجام میدادن، آیا این موجه میکنه که رسول الله انجام بده؟ چند تن از زنان ایشان برده بودن، کنیز بودن. بعد از فتح خیبر یک زنی بود به نام صفیه، یه شوهری داشت، کنانت ابن ربی. پیامبر اسلام از او خواست که جای اموال خیبر رو نشان بده، او نشان نداد، دستور داد که شکنجهش بکنه. آهن گداخته گذاشتن بر روی سینهش و انواع و اقسام کارها تا اینکه در شرف مرگ قرار گرفت. دستور داد گردن او رو زد. همسر او صفیه در سهم دعیت ابن خلیفه کلبی در آن. به پیامبر اسلام گزارش دادن که آقا یک بانوی زیبایی در سهم دهیه قرار گیره. پیامبر دستور داد صفیه رو بدید به من. در راه بازگشت یه سراپردهی پهن میکنن، رسول الله میره و با صفیه عمل زناشویی انجام. وقتی کار تمام میشه بیرون میاد، میبینه ابو ایوب انصاری با شمشیر دم سراپرده ایستاده کمی آن طرف در. رسول الله متعجب میشه، میگه ابو ایوب اینجا چی کار میکنه؟ ابو ایوب انصاری جمله میگه که فهمش تن انسان رو میلرزونه واقعا. میگه یا رسول الله، ما دیروز شوهر و پدر و برادر و قوم و خویش این زن رو کشتیم و شما اون شب با ایشون بودی. من ترسیدم نکنه به جان شما سوء قصد میکنه، برای همین با شمشیر اینجا ایستاد. شما فکر کنید شوهر زنی رو بکشی، برادرش رو بکشی، قوم و خویش رو بکشی، بعد با او عمل جنسی انجام بدی، بعد شما در سیر و سلوک این افراد میخواید انسانیت پیدا بکنید، اخلاق پیدا بکنید. داستان غریبی است. خب بحث ما ادامه خواهد داشت، وقت برنامه هم به اتمام رسید. ما به این مباحث ادامه میدیم تا مقدار شفاف بشه ذهنیت ما نسبت به افراد و ارزش هایی که متاسفانه به ما به میراث رسیده. سپاسگزارم تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز، تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ها